سلام خوش اومدین به هفتاد و یکمین شماره از روزنامه توپ امروز پنجشنبه 25 اسفند ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید در انتها هم اگه از ویدیو لذت بردید یادتون نره با لایک و نظراتتون ما رو همراهی کنید کاپیتان <applause> سابق پرس پولیس مالک تیم اماراتی سپهر هیدری مدافع و کاپیتان اسبق پرس پولیس که از چندی پیش کار مربیگری و همچنین فعالیت در رده پایه را دنبال می کرد به دنبال خریداری تیمی در لیگ دست دوم فوتبال امارات. مدافع اسبق پرسپولیس مراحل پایانی این انتقال رو پشت سر میذاره و در این راستا کادر فنیش رو هم انتخاب کرده تا شرایط حضوری موفق در لیگ دست دوم امارات رو پشت سر بذاره. توافق پرسپولیس با مهاجم لژیونر پریرا در پرسپولیس میماند. ایجنت لاندرو پریرا باشگاه پرسپولیس را تهدید کرده بود که اگه پولش رو ندن اجازه بازگشت به این بازیکن رو نخواهد داد. در همین راستا باشگاه پرسپولیس پرداخت دلاری به ایجنت پریرا را در اولویت برنامه های خود قرار داد و این پول به زودی پرداخت میشه. بدین ترتیب خطری سرخپوشان را تهدید نمیکنه و پریرا در این باشگاه خواهد موند. اعلام زمان پرداخت طلب استراماچونی طبق هماهنگیهای های انجام شده در باشگاه استقلال و با تأمین منابع مالی لازم آبی ها بالاخره پرونده جنجالی خود رو خواهند بست. قراره در روز شنبه باشگاه استقلال این پول رو به حساب استراماچونی واریز کنه تا یکی از دقدقه های بزرگ هواداران این تیم برطرف بشه. تمدید قرارداد چهار ساله پاکو خمز با ترکتور. به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، پیروی کسب نتایج رضایت بخش پاکو خمز با تایید هیئت مدیره باشگاه تراکتور و در راستای هدف گذاری بلند مدت پس از مذاکرات فشرده از سوی هوشنگ نصیرزاده مدیر عامل باشگاه سرانجام قرارداد سرمربی اسپانیایی تراکتور تا سال 1405 تمدید شد. کنیا رقیب شاگردان قلعه‌نویی در تعطیلات نوروزی تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در نوروز 1402 به مسافه تیم ملی کنیا میره. بعد از لغو دیدار ایران با عراق فدراسیون فوتبال ایران به سراغ گذینه های جدید رفت و اکنون بر اساس خبری که در صفحه توییتر رسمی تیم ملی کنیا قرار گرفته، این تیم در تاریخ 8 فروردین در تهران به مسافه شاگردان قلعنوی خواهد رفت. کنیا در رنکینگ فیفا در رتبه 101 دنیا قرار گرفته.